سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به گیم پلی دیگه. امروز هم قرار یه گیم پلی خیلی خفن دیگه داشته باشیم. پس از من تا آخرین گیم پلی رو بزنید و آقا جلو خب نکنید، تا آخرش رو ببینید. یادتون نره سابسکرایب کنید، کامنت ول بدید دیگه، لایک کنید. لایک کردن خیلی مهمه، کامنت ول دادن خیلی مهمه. پس حتما این کارا رو انجام بدید آقا. دمتون گرم، واقعا عشق منید. آخرش به 5000 تا رسیدیم که واقعا از تک تکتون ممنونم. امیدوارم که هرچه زودتر به 10K برسیم. خب دیگه بریم گیم پلی ببینیم چی میشه. برای که به همه تجاوز ریزی کنیم، خدا وکیلی. بعد از مدت ها این جای سبز پریدم، مثلا همه اول بازی خیلی وقت اونجا نپریده بودم. مش از راست داره دمیج هم میده. چمپ ناموسی هیجان، چه بدنی داره. چه موشی اینجا بایی میسیم. صدا زیپلاینر رو گرفته بودم، تکون نمیخوردم که بیاد بالا. بزنم پس گردنش. همیشه وقتی تکون میخوره یه رو صدا پاتو میگیره فرار میکنه. من همیشه روی زیپلاینم میشینم، تکون نمیخورم، بعد فرار میکنم، میزنم پس گردنشون. همیشه این کار انجام بدید، واقعا جوابه. اکیل چه حس خوبی، بری داخل پلتفرم M4 LMG بیا زیر دستت. اصلا عروسی ده فرار میکنی جیغول. اسمی چیه؟ ای بابا این ماشینا از کجا اومدن؟ زیر پلتفرم اومدن ماشین بازی. حالا به خدا یکم این زیپلاینر گرفته، ای بالا پایین، ای بالا پایین. ساکو اومده شهر بازی. پلتفرم آقا میاد بیاد فایت بدید. فرار و این چیزا دیگه نداریم. یا از بس بالا پایین شد یارو بی خیال شدم، خدا وکیلی. پس این گردن این باتم میزنیم. چرا وقتی باتی چیزی میاد جلوتون سعی کنید حرکت مرکت روش بزنید، مثلا اسلاید بزنید یا اسکوپ بگیرید. سعی کنید هدفتون هدش باشه، مثلا خیلی کمکتون میکنه که ایمتون سریعتر قوی بشه و همینجور ایم بهتری دیگه داشته باشید. توجه کرده باشید من رو باتا مثلا سعی میکنم یه حرکتی چیزی بزنم با اسنایپ، مخصوصا وقتی که اسنایپ دارم، چون خب همینجور که میدونید کلاس مورد علاقه من اسنایپه. اینجا ببینید هر تیر که میزنم ایممو یکم تکون میدم، باز دوباره میارم سمتش. اینجوری هم خودم آماده تر میشم، هم حس خوبی با آدم دست میده وقتی کیل میگیری. پس حتما این کارا رو انجام بدید. اینجوری نیست که همش بگی مثلا این کارا رو، اینجوری نیست که این کارا رو انجام بدی و بخوای بگی شاخ یا این چیزا. من مثلا میومدم میچرخیدم دور خودم یه اسنایپ میکردم، یارو اومده بود برام کامنت گذاشته بود دادم داداش میخوای بگی شاخ این کارا رو انجام میدی؟ داداش من این کارا رو انجام میدم که شما لذت ببری از گیم پلی. همینجور که صاف و ساده بزنید به درد نمیخوره. بعد چک افسری بزنید. موشو پشت تراک کمپ کرده، اش فرار میکرد. کنسل کردم و کیلش کردم. منتظر بودید که چیز دیگه بگم ولی گفتم کیلش کردم. هم از این دو نفر دیگه از این تیم مونده که بات بود. بچه ها یه چیزی میخوام در مورد دفندر بهتون بگم. آقا پشماتون میریزه بعد این فایت، حالا بهتون میگم. پس گردن اینم بزنم. شوخش بابا شوخش، لات بازی نبینم. یه نفر دیگه مونده از این تیمه. خب دفند میزنیم تو صورت این که ازش رد میشه. دورمون میده دورسن، میزنیم تو باسنش. آه این کارا انجام ندید، خیلی خطرناکه، ولی کم انجام بدید. یه حرکت خطرناکیه. خب داشتم بهتون میگفتم خب یه چیز در مورد دفندر بگم که آقا پشماتون بریزه. هر دفندری اومد جلوتون سی منظورم که بزنید پس گردنش. بعد دیگه خودتون از دفند بودید بزنید پس گردن حریف، حریف هیچ کاری نتونه کنه. آقا یکی که دفندر میاد جلوی شما
این اتفاق همیشه میفته ولی هیچکی بهش توجه نمیکنه. توی یکی از ویدیوهای قدیمی من گفتم همیشه بعد بهش فکر کنی که مثلا تو ذهنت باشه این کار انجام بدی که داخل فایتا یادت نره و انجام بدی که انمیا رو بزنی. دیدین یکی با دفندر میاد جلوی شما، دفن میزنه، خودش میره سمت راست دفندش. خیلی تعداد کمی هستن که دفند بزنن، وقتی که دفند رو میزنن برن سمت چپ دفندشون. میدونید هر وقت که اینجوریه فکرش کنید شما هم با یه دفندر روبرو میشید، اون شما رو دفند میکنه، شما هم برید سمت چپ خودتون. میدونید اون که داره میره سمت راست خودش، شما هم برید سمت چپ خودتون. اینجوری به انمی خیلی نزدیک میشید و بازی هم این باگی که داره باعث میشه که تیر انمی به شما نخوره، که خیلی داخل فایتا کمکتون میکنه، یا یه جوری میشه داخل بدن همدیگه رد میشین یا کنار همدیگه رد میشین، کلا برعکس میشه، کلا حریف گیج میشه. این کاری که من همیشه انجام میدم واقعا جوابه. خیلی کم پیش میاد که دفندر بتونه بزنتم، چون که همیشه این حرکت رو میزنم. این تیم رو ببینید چه وایپ ناموسی کردم خدا وکیلی. بعد یه چیزی هم در مورد دفندر بگم که خیلیاتون شاید ندونید، دفندر وقتی که دارید داخل زون زیاد دمیج نمیخورید، وقتی که نید شما رو میزنن زیاد دمیج نمیخورید، مثل کلاسای دیگه نیست، یکم همین انفجار رو میگیره، جلو انفجار رو میگیره، نمیذاره که زیاد به شما دمیج وارد بشه، که این واقعا کمک میکنه و ناموسیه. اینم بزنید اینجا ببینید یارو از راست یه تیر زد سری اومدم پایین، زیاد نتونست دمیجم کنه. همیشه حواستون به همه جا باشه، ولی حواستون از میدونید فوکستون رو انمی در نیارید، روش فوکس کنید که راحت بزنیدش. یارو هم مثل موشی داره دنبال من میگرده. بیا عزیزم، آقا لطبازی نبینم، آقا لطبازی نبینم. من هم یاد کامنت میذاره خدا وکیل حساب کن فیلم تایتانیک داری نگاه میکنی، چه حرکتی ناموسی. یکی پایین داشت چی میکرد؟ همین این چیزها رو میزد، بالا بود البته، صداشو گرفتم، این صدا جامشو گرفتم رفتم سمتش. خدا وکیلی ولت نمی کنم. تمام خیلی دوست داشتم که از AKM زیاد استفاده کنم، ولی میدونم که شما عشق شادگانی، به خاطر این شادگان استفاده میکنم، خواهم که لذت ببرید. ببینید خدا وکیلی این AK عروسکه. اگه اتچمنت های این AK رو میخوان بچه ویدیوهای قبل گذاشتم، یه ویدیو کلا ساختم مخصوص همین AKه، همین کاستومایز و اسکوپ و همه چیش رو گفتم، حتما برید اون ویدیو رو ببینید، 3-4 تا ویدیو قبله. آخر ویدیو هم میتونید که این ویدیو تموم شد بهتون پیشنهاد داده میشه، از اونجا هم میتونید ببینیدش. نید زدم، نید گرفت به خود یارو، بعدم تیر زدم تو گوشی، من کیلمون دوزید خدا وکیل. یارو مثل بوزی بود ولی دمیج هم داد. اخ اخ آرتیک، یه برگشتم آرتیک رو بگیرم ولی یادم اومد که داشتم ریکورد میکردم براتون، یه گفتم بی خیالش. من عشق آرتیک لجندم، یعنی امکان نداره ببینمش و نگیرمش مگر اینکه دیگه همچین جایی باشه. کج میری؟ قیچی برگردون شو خوش. ای دستم میخوره اینا رو میزنم، ای دستم میخوره اینا رو میزنم، توف تو این زندگی تخمی. یعنی اینجا یارو داشت صدا پا بهم میداد، کل ببینید اینجا کلا داشتم دنبالش میگشتم،
بعد پیداش هم نمی کردم. بعد آخرش ببینید کجا کم کرده. موش رو ببینید کجا کم کرده الان. یه لحظه گفتم شاید چیتی چیزی زده باشه. بعد ببینید کجاست. اکلی لگده یکی صفر ها. شو خوش. یه نفر دیگه مونده. بریم پس گردن اینم بزنیم. خب حرکت بزنم براتون. الخلاص. خب دوستان گیم پلی هم تمام شد. دمتون گرم، مرسی که تا آخر شد دیدین. ببخشید که هم زیاد سوتی میدادم. این به خاطر این بود که یه روز نصفی نخوابیدم و همش به تورنمنت ها فکر میکردم، واقعا اذیت میکرد. خب دیگه عشق من، تا ویدیو بعد، خدا نگهدارتون.